بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ام البنین فاطمه حضامیه یا کلابیه، همسر امیر المؤمنین سلام الله علیه و مادر 4 فرزند امیر المؤمنین، که به همین مناسبت نام ام البنین به رسم عرب هر بانویی که خدا 4 فرزند پسر به او میداد لقب ام البنین به او میدادند. طبعا مراحل زندگی ام البنین بسیار قابل توجه و هم درس گرفتنی و هم دقت در شخصیت این بانوی بزرگوار رو در ما برمی انگیزه. اما قبل از ازدواج با امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که تاریخ از زندگی این بانوی بزرگوار برای ما اخبار دقیق و ظریفی رو ثبت نکرده، اما گاهی مواقع بدون اینکه ما نیاز داشته باشیم جزئیات اخبار درباره شخصی رو داشته باشیم، کافی است که یک کلمه معرف تمام شخصیت او باشه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه، حالا در اعتقاد ما با اینکه خودشون علم غیب دارن و همه چیز رو میدونن، اما برای اینکه طبق ظواهر امر این مسئله اتفاق بیفته و انجام بشه، برادرشون عقیل رو که معروف بود به علم انساب و شناسایی خوب طوایف و قبائل عرب، او رو صدا میزنن. این ماجرا که اتفاق میفته بعد از شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب برای اینکه این خانه طبعا همسری لازم داره برای امیرالمؤمنین و مادری که بتوانه در واقع در نبود حضرت صدیقه این بچه ها رو بزرگ کنه و مادری کنه برای اونها، برای این انتخاب به برادرشون فرمودن که من میخوام فرزندی، میخوام همسری اختیار کنم. اما از یک طرف یه خصوصیاتی رو من میگم و از یه طرف آشنایی که تو داری، این دوتا رو با هم بچین کنار هم، نتیجه رو به من بگو. میخوام یک دختری باشه از خاندانهای شجاع عرب که برای حسینم و آینده حسینم برای من از او فرزندانی به دنیا بیاد. خب عقیل چون آشنایی خوبی داشت با خاندانهای عرب، این طایفه ای رو که حضرت ام البنین از اون طایفه است و در اون به دنیا اومده معرفی کرد که اینها از قدیم معروفن به کسانی که در واقع با تعبیر عرفی و عامیانه عرب به اونها بازیگران نیزه لقب دادن، یعنی در واقع کسانی هن که در میدانهای جنگ انقدر شجاعن که نیازی به شمشیر ندارن، با نیزه میتونن وسط میدان وارد جنگ بشن و حریف رو با نیزه بر زمین بزنن. خب این نشانه شجاعت، علامت شجاعتشون و اون معروفیت شجاعتشون، و اینها شجاعتشون دو بعد داشته، هم بعد روحی و روح شجاعت، هم بعد بدنی و جسمانی که از نظر بدنی قدهای بلند، بازوان بلند و در واقع هیکلی که اون شجاعت روحی رو بتونه به اجرا بگذاره. چه بسا افرادی که از نظر روحی بسیار شجاع باشن، اما وقتی ابزار اون شجاعت رو نداشته باشن به مشکل بیفتن. اما کسی که خودش روح شجاعت رو داره و در مقام ابزار ظاهری هم بدنش به او کمک میکنه
و بدنی چنان قوی داره لایق اون شجاعت. خب اتفاقا همین جور هم شد، یعنی آقا امیرالمؤمنین در ظاهر نفرمودن که من میخوام 4 فرزند برای کربلا داشته باشم، اما خداوند از بانو ام البنین 4 فرزند، هر 4 تا شجاع، هر 4 تا از نظر بدنی فوق العاده، خدا به امیرالمؤمنین سلام الله علیه از بانو ام البنین عنایت کرد. اینجا پایه‌های عملی ام البنین نشون میده که اون شجاعتی که در این بانو و فرزندانش ترسیم شده بود، کما اینکه در بسیاری از کتب تاریخ و شعر و ادب این نکته مراعات شده و تذکر داده شده و یادآوری شده، به شجاعت خلاصه نمیشد. خب میدونید شجاعت یه صفتی است که در واقع کسی در مقابل خطرات، در مقابل آنچه که به هر حال باید وارد یک معرکه ای شد و ممکنه اکثر مردم از اون معرکه بترسن، خب این شخص و شخص شجاع نمی ترسه. اما ما وقتی نگاه به حالات حضرت ام البنین و حالات فرزندانش میکنیم، میبینیم این شجاعت ترکیب شده با چند صفت بسیار زیبای دیگر که شجاعتی از گونه دیگر رو به وجود آورده. و آنچه که در ام البنین میبینیم از همون گام اول شروع میشه. خب دختریست که میخواد عروسی کنه. هر دختری تو دنیا آرزوشه که وقتی روز عروسیش و شب عروسیش و مراسم عروسیش میشه، بالاخره روزی باشه براش، روز شاد، روزی که احترامش رو همه نگه دارن، روزی که به هر حال همه به عنوان یک گلی که وارد یک خانه ای میشه از او قدردانی کنن و او سربلندانه وارد بشه. خب این بانو هم یکی از بانوانه. حضرت ام البنین معصوم نیست، یک بانوی خود ساخته است، مقام عصمت همیشه حسابش جداست. خب حضرت ام البنین میخواد وارد خانه فاطمه بشه، دیگه در اینجا که شجاعت مؤثر نیست، دیگه در اینجا نه شجاعت روحی و نه قوای جسمانی قوی تأثیر گذار نیست که بانوی آن شجاعت رو و اون روح شجاع رو ترکیب کنه با روح بلندی از ادب. ادب نه به معنای مؤدب ایستادن در برابر کسی، ادب در عمیق ترین معنای اون، ادب در گسترده ترین معنای اون و ادب در بالاترین جلوه اون، که در شب عروسی هنگام ورود به خانه‌ای که خانه فاطمه است، با اعتقاد به فاطمه و عصمت فاطمه و عظمت فاطمه و عظمت فرزندان فاطمه، اینجا باز توقف میکنم. شجاعتی ترکیب شده با ادب
و شجاعتی ترکیب شده با اعتقاد، ایمان. یعنی بانویی که این ابزار شجاعتی که خدا بهش داده، این رو با ادب که یک انسانیت است ترکیب محض نمی‌کنه، بلکه نه تنها ادب، با ایمان هم ترکیب می‌کنه. می‌خواد اظهار ادب کند به خانه زهرا، می‌خواد اظهار ادب کند به فرزندان فاطمه، می‌خواد تو خانه‌ای وارد شود که به نام فاطمه این خانه تابلو داره و همه می‌شناسن. اینجا فقط ادب کافی نیست، اینجا ادب نمیتونه حق مطلب رو ادا کنه، اینجا ایمان و اعتقادی باید پشتوانه اون ادب باشه که بانوی که هم از نظر جسمانی هم از نظر روحی معروف به شجاعت، در کمال تواضع، در کمال خودشکستگی وارد خانه فاطمه میشه، نه فقط ادب رو، ادبی لایق فاطمه رو به نمایش بگذاره، ادب و تواضعی در مقابل مقامی مثل سیدت النساء رو به همه نشون بده. وارد این خانه میشه، در همون آغاز میگه امیرالمؤمنین، اسم من که فاطمه است و شبیه همسرتون فاطمه زهراست که به دست سقیفه به شهادت رسیده، جلوی چشم این بچه ها پهلوشو شکستن، جلوی چشم این بچه ها در خانهشو سوزوندن و جلوی چشم این بچه ها سیلی به صورتش زدن و با چادر خاکی اون رو به خانه برگردوندن و این بچه ها اون منظره رو دیدن. هر وقت شما اسم فاطمه رو نسبت به من صدا میزنین، برای این بچه ها توی این خانه تمام اون مناظر تداعی میشه، تمام اون مناظر جلو چشمشون میاد، چون یه کلمه است فاطمه که نام مادرشون دقیقا و حق دارن که یادشون بیفته. حالا من از شما میخوام که شما نام منو صدا نکنید. خب این شاید در ظاهر یه کار کوچکی دیده بشه، اما این برگرفته از ادبی است ترکیب شده با اعتقاد، ادبی است ممزوج شده با ایمان به فاطمه و عظمت فاطمه، احترام و تواضعی است ممزوج شده با محبت فاطمه، با آنچه که ما اسمشو ولایت فاطمه میگذاریم. خب آقا، من در این خانه به عنوان خدمتگزار فرزندان فاطمه آمدم، نیومدم بگم من آمدم همسر جدید شما و فرزندان شما باید از من اطاعت کنن. هاشا، مگه میشه به حسن و حسین و زینب و ام کلثوم من اینطوری حرف بزنم؟ اونها کسانی هستن که باید دستور بدن و من انجام بدم، اونها بچه های فاطمه، اونا عظمتشون جای خود داره، اونا با هر بچه‌ای فرق دارن، اسم فاطمه در میانه. یک بعد از این بانوی بزرگ. رايم من الحسين يحملها عباس، رايم من الحسين شجرة طيبة، شجرة طيبة وللحسين قد ثمرها، عن صبرها على الأرض مرسومة صورة، يجذب الناظر قبرها من تزوره، من بعيد الوفا لعدها شمع طوره، دمعك بعيونك تهيج شعوره، تشعر بإحساس ما مر على بالك، تنسى روحك
تسرح بعالم خيالك صورة هنبراس تحملها عباس عباس صورة هنبراس تحملها عباس اي شجرة شجرة طيبة وللحسين فد ثمرها قلب عدها احتارت الدنيا بصفاته صار حب حسين محراب بصلاته والشعور اللي كان عنده وامنياته يفدي دم الاجلب اليمه ونجاته يا حسين تصيح دقاته قلبها سالم يرد ليها من الله طلبها حكمتها نومات تحملها عباس اي حكمتها نومات تحملها عباس شجر طيبة وللحسين انت الثمرها بامتحانات الوفا البار امتحنها صبرت وما ساعة غير زمنها والمحبة الصادقة غالي ثمنها واسمع لسان الكرامة اش يحكي عنها باب للحاجات تتوصف قيمها ما يخيب اللي يندبل خالق باسمها باب الله تنقاس تحملها عباس اي باب الله تنقاس تحملها عباس اي شجر طيبة 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 این منظره میگذره این ادب و اون ایمان با اون شجاعت در وجود این مادر در وجود 4 فرزند خودشو نشون میده 4 فرزندی که در کربلا اون قمر بنی هاشمی است که به 3 برادرش گفت اول شماها برید تا من حق ادب و ایمان رو ادا شدن رو از شما ببینم و بیام نمیگذارم شما بعد از من بمانید شاید این ادب حقش ادا نشد مقابل حسینم مقابل زینبم من مسئول این ادبم اون آقایی که تشنگی و سوز آتش بچه ها او رو به حالی میاندازه که اولا پشت خیمه میشینه به گریه و اشک ریختن و امام حسینه که به فریادش میرسه که عباسم برای چی گریه میکنی؟ آقا قد سئمت الحیات از اینکه یه عده بچه از تشنگی داد بزنن و من در مقابل اونها نتونم کاری انجام بدم از زندگی دارم سیر شدم اجازه بده منم برم میدان در شرایطی که آب آوردن محاله شرط ادب شرط ایمان امر امامشه برو برای آب آوردن آبی که به قیمت جانش تمام میشه این ادب رو تو هیچ ترازویی نمیشه سنجید و اون ایمان ترکیب شده با این ادب و با هیچ مقیاسی نمیشه به حساب آورد و ارزشش رو و عیارش رو تعیین کرد که فقط برای ادب نه شجاعت رفتن به میدانی که 4000 نفر کنار شریعه رو گرفتن فقط نه اون شجاعت با این ادب با اون ولایت مداری و اون اعتقاد به امامش هر 3 کنار هم این منظره رو پیش آورد که رفت به استقبال آبی که اگر شجاعت اون دست ها نبود و اگر اون قلب تپنده ابوالفضل با اون عظمت شجاعت نبود کجا 4000 مأمور شریعه جلو چشمش جوری پراکنده می شدن که با کمال آرامش رفت وسط آب و مشک و پر کرد اینا کجا بودن پس؟ اون رعبی که از شجاعت عباس تو دلشون افتاده بود نمی گذاشت اینا اصلا به هیچ شکلی برگردن این شجاعت ادب وقتی
آقاش دستور میده و وقتی میاد برای میدان دست زیر آب میکنه، نمیتونه دست زیر آب میکنه آب رو بعد دهان بگذاره. این که برای عباس چیزی نیست، یه آب همینطور داری میری و بچه های حسین تشنه باشن، قلبش میسوزه. از اون ایمان و از این ادب و از اون شجاعت یه محبتی خدا ایجاد کرد و یک محبت و غیرتی نسبت به بچه های حسین که خدا تا ابد شیعیان رو از محبت عباس و از غیرت عباس و از ادب عباس و از ولایت عباس و از اعتقاد عباس کنار شجاعتش تا قیامت بهره‌مند کرد و هر کس مقابل ذریحش میسته تمام چشمش به اون قامت بلندی است که با یک دنیا ادب مقابل حسینش سر به زیر میستاد و امر او در چشمش بود که اطاعت کنه. آخرش هم گفت منو به خیمه ها نبر که از بچه ها خجالت میکشم. ادبی که با ادب از دنیا رفت و نسبت به بچه های کوچک حسین هم ادبش رو نشون داد. السلام علیک ایها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والسلام. دگر این کاروان یاسی ندارد که با خود شور و احساسی ندارد، بیا ام البنین برگشته زینب، ولی افسوس عباسی ندارد. مزن آتش به جانه نور عینم، مخان از ماه مقتوع الیدینم. چه شد در کربلا هستی زهرا، حسینم وا حسینم وا حسینم. مادری که دلش در میان قتلگاه بود و نگاهش بر آسمان، که چه وقت ماه دوباره خواهد تابید. مادری که یک عمر دست از حسین حسین گفتن بر نداشت و تمام قریبانهایش را حتی سوز عزیزانش را با نام حسین همراهی کرد. مادری که ام البنین علیها سلام بود، ولی آینه نگاهش از آسمان کربلا تنها اشک خونین ستارگان را چید آنگاه که راوی از عبور نیزه ها روایت می کند. مادری که حتی کوچه های مدینه مرثیه سرای اندوه سترگ او شدند و به استقامت و صبر او ایمان آوردند. مادری که وفا اولین درس زندگی و شجاعت عالی ترین سرشت همسریش بود و صحبت بالاترین باور مهر پروریش. مادری که برای همیشه با ناله های نینوایی به یاد پسرانش لالایی سرود و سروده هایش را فرات هر روز هنگام غروب نجوا می کند. مادری که بعد از شهادت عباس علیه السلام دیگر به ماه نگاه نکرد و آسمان مدینه نعمت نورافشانیش را از دست داد. مادری که در کربلا نبود ولی تا ابد در کربلا ماند و دل از گودال قتلگاه نگرفت و فریاد یا حسینش را نه تنها در مدینه که از صحن مطهر کربلا میتوان شنید. درود خداوند و سلام پاکان بر وجود مقدس و وفاداری بی‌نظیرش باد. خدا نگهدار.